پرمافراست یا سرد خاک نام لایه زخیم از زمین هست که در سراسر سال به صورت یخ زده باقی میماند. در برخی از مناطق مسکونی آلاسکا که 50 ایالت آمریکا هست، زمین یخ زده وجود دارد و بسیاری از خانه ها روی این نوع از زمین بنا شده است. اما پدیده گرم شدن هوا و احتمال آب شدن زمین های یخ زده ساکنان آلاسکا را با چالش جدیدی روبرو کرده است. گزارشی داریم در ارتباط. تقریباً 80% از ایالت آلاسکا به صورت زمین یخ زده است و به گفته مقام‌های آمریکایی متوسط دما در مناطق قطبی این سرزمین دو برابر سایر مناطق جهان افزایش داشته است. برای شناخت بهتر زمین‌های یخ زده، تونلی در نزدیک شهر فیربنکس در مرکز آلاسکا ساخته شده که لایه‌های گوناگون یخ در زیر زمین را که قدمت آن به 40,000 سال پیش برمی‌گردد، به خوبی نشان می‌دهد. در هنگام بررسی زمین‌های یخ زده در این ناحیه، علاوه بر فسیل نوعی از ماهی، گاه علف‌هایی دیده می‌شود که متعلق به حدود 20,000 سال پیش است، اما هنوز بخشی از ساقه‌های آنها سبز است. تونل بهترین وسیله درک ماهیت پرمافراست است و مناسبترین شکل ساخت بنا بر روی آن را نشان می‌دهد. پرمافراست یعنی زمین یخ‌زده، اما این واژه شکاف‌های زمین بر اثر یخ‌زدگی و لنزهای یخی را نیز در بر می‌گیرد. آقای گلوین می‌گوید گرم شدن زمین و آب شدن تدریجی زمین‌های یخ‌زده به ویژه ساخت باند فرودگاه را با مشکلی بزرگ روبرو کرده است. ما از این ابزارها استفاده می‌کنیم تا به وزارت ترابری برای استفاده مفید از منابع مالی و ساخت بهینه جاده و باند فرودگاه در مناطقی که زمین یخ زده دارند کمک کنیم. البته با گرم شدن هوا ساختن باند فرودگاه مسئله دار شده، زیرا زمین یخ زده زیر آن در حال آب شدن است. یکی از مهندسان سازه که چند سال در مورد ساختار خانه‌هایی که به روی زمین‌های یخ‌زده در آلاسکا بنا شده‌اند تحقیق کرده، معتقد است که این سرزمین یکی از نقاطی است که در آن اثرات گرم شدن آب و هوا به خوبی دیده می‌شود. هزاران هزار مایل در آلاسکا داریم که می توانیم اثرات تغییرات اقلیمی و چگونگی تأثیر آن بر مردم و جوامع و به خصوص بر بومیان آلاسکا را نشان دهیم. در حدود 100,000 نفر در مناطقی از آلاسکا زندگی می کنند که پوشیده از زمین های یخ زده است و هر روز شاهد اثرات مخرب آب و هوا هستند.